خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گلم خوش اومدید به قسمت پنجم از دوره طراحی سایت با CSS امروز میخوایم به شما یاد بدیم که چجوری میتونید به تگ ای تون استال بدید و استال هایی که مختص تگ ای هست رو بیان خواهیم کرد تو این جلسه اما قبلش خوشحال میشم که کانال یوتیوبمون رو اگر ساب نکردید حتما سابسکرایب کنید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و حتما نظرات و کامنتاتون رو برای بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم بیماید تلیب امسار آموزش خب من طبقه روال همیشه اون نرم افزار رو وا میکنم و درن پوشه CSS که عقب ساخته بودم ایپی چهار رو قرار میدم جلسه چهارمی است که داریم کد میزنیم ولی خب میشه گفتش که این جلسه جلسه پنجم دوره تریسات با CSS هستش خب من پوشش رو ساختم یک نیو فایلی اول ایجاد میکنم HTML اسمش رو ایندکس میذاریم طبق روال همیشمون این رو با نام ایندکس درون در CSS مون ذخیره میکنیم درون در ای پی 4 به عنوان ایندکس پس فندی هم نمیخواد بنویسیم چون که در دیریم خودش اتوماتیک این کار رو انجام میده. یک سند CSS هم ایجاد میکنم و این رو هم در اون API 4 به عنوان استایل ذخیره میکنم خب خب میدونید دیگه الان مسلما باید بیایم با استفاده از تگ لینک اینجا بیایم صفت در واقع رل هم قرار بدیم و استایل شیت رو درانش قرار بدیم با استفاده از صفت اشرف این رو لینک میکنیم و در آخر هم تایپ در واقع تایپ تکست اسلش رو اینجا قرار میدیم خب الان لینک کردیم و میبینید که اینجا استایل دات برای من اتچ شده و لینک شده خب بریم شروع کنیم به شروع اینجا هسته ما میخوایم به تگ A بیایم ببینیم که چه استایل هایی رو میتونیم به تگ A اعمال کنیم من ابتدا یک تگ A قرار میدم اینجا و اسمش رو میذارم Hello World خب این از تگ A بذارید یک اشرافی هم بهش بدیم اشرافش رو خالی میذارم فرق نمیکنه به کجا قرار استش لینک بشه حالا فعلا خالی میذاریم اگر میخواید یک لینک A رو حالت لینک شدن رو بگیره فقط بیاید یک هشتگ خالی قرار بدید و برای اینکه قابلیت تگ A رو بگیره کافی هستش الان اگر نتیجه رو ببینیم من دوره CSS دوره HTML اون رو فایل هاشو با کردم خب اگر الان نگاه کنید می‌بینید که حالا با اینکه کلیک میکنم چه اتفاقی نمیفته ولی خب میشه گفتش که به اصطلاح فایل من قابلیت تگ ای رو گرفته در واقع میشه گفتش که نوشته ای من خب بریم حالا استایل که میتونیم به تگ ای رو بدیم رو بهتون بگم ببینید تگ ای به صورت پیش ورز اگر دقت کنید یک خطی زیرش داره خب مسلما وبسایت های دیگه مثلا یاسان رو اگر من مثال بزنم اشتباه نوشتم خب yastiel.com خب نگاه کنید اینجا اینا تگ ای هستن دیگه مسلما ولی خب شما هیچ خطی رو زیر نوشته ها نمی بینید این به چه صورتی هستش بعد بیاید شما درون در واقع CSS تون با استفاده از CSS می این کار رو انجام بدید یا بیاید به ای کلاسی بدید یا خود ای رو مثال بزنید در واقع صدا بزنید من یا خود ای رو صدا میزنم چونکه چون که فقط فایل در فایل من صرفاً شامل یک تگ ای هست و حالا نیازی ندارم که حتما بهش کلاس هم بدم ولی با کلاس ها هم میتونم این کار رو انجام بدم و با ایدی ها هم میتونم تو جلسات قبل اینا رو توضیح دادیم خب بیایم بهش اولش کار کنیم یک کالری بهش بدیم اول رنگش رو مشخص کنیم مثلا رد قرار بدیم رنگش رو بیایم بهش یک فونت سایزی بدیم فونت سایزش رو افزایش بدیم مثلا فونت سایزش رو بکنیم فکر چهت پیکسل اوکی هستش چهت پیکسل قرار میدم و در انتها هم یک دستوری داریم به نام دستور تکست دکوریشن تکست دکوریشن رو اگر بنویسید میتونید بیاید در واقع چند تا ویژگی رو بهش بدید آندرلاین اگر بدید حالات پیشوردی هستش که خودت اگه ای داره یعنی چی؟ یعنی که زیرش یک خطی میکشه اتوماتیک الان اگر کد رو ببینیم خب من اینجا با کردم قبلا خب کلومم رو خب این حالت پیشورزی هستش که داره در واقع تگ ای ها خودش هم از این حالت پشتیبانی میکنه آندرلاین حالت بعدی که میتونید بهش بدید لاین ترو هستش لاین ترو کاربردش چیه میاد روی در واقع تگ ای خط رو ایجاد میکنه حالت بعدی که میتونید بهش بدید حالتی است به نام نان یعنی اینکه هیچ خطی روش نداشته باشه میبینید که با استفاده از این نان شما خط رو حذف کردید و حالت در قابلیت لینک کردن و تگ ای هم هنوز برایش فعال هست از شما با استفاده از دست تکست دکوریشن میتونید بیاید نوع حالا خط که میخواید رو نوشتن کشته بشه رو اعمال کنید یا یعنی اینکه کلا حذفش کنید همین دیگه اوورلاین و آندرلاین رو در واقع لاین ترو و میشه گفتش که نان هم هستش اوورلاین هم که مسلما اگه قرار بدید خط رو بالاش قرار میده بالایی در واقع ایتون خب من رو خواستم نان قرار بدم دیگه با استفاده از کلمه نان اینجا این رو قرار میدم این از این بخش الان تگ ای من ببینید که از اون حالت پیشورز خودش در اومد و یک استالی رو بهش دادیم حالا میخوایم بریم استالی دیگر رو بهش اضافه کنیم یک حالت دیگه داریم تگ ای رو می نویسید دو تا نقطه قرار میدید یک دستوری داریم به نام هاور دوتا نقطه ای دوتا نقطه هاور یا اچ اوور هاور یا اچ اوور چی کار میکنه وقتی که شما موس رو روی تگ ای نگه دارید میتونید مشخص کنید که وقتی که موس رفت روی تگ من رنگش چه حالتی باشه وقتی که در واقع تگ ای رو فراخونی کنید و دو تا نقطه قرار بدید حالت های مختلف رو میتونید پیاده سازی کنید یکی از این حالت ها اچ آور هستش الان من میتونم بهش بگم که زمانی که در واقع موس اومد روی تگ A قرار گرفت بیا رنگش رو مثلا آکوا کن الان اگر نتیجه رو ببینیم به مثل اینکه من موس رو ببرم نشانگر موس رو روی تگ میبینید که رنگش عوض میشه میتونید بیاد ویژگی های دیگر هم بهش مثلا اضافه کنید بگید که برای مثال یک بکراند کالری هم بگیر مثلا من می نفسم بکراند کالرش رو مثلا رد قرار میدم و میام مثلا کالرش رو بلک قرار میدم که یکم هم با هم دیگه همخونی داشته باشن خب الان اگه نتیجه رو ببینیم من به مثل اینکه موسم رو ببرم روی تگ ایم می که یک بکراند قرمز برش ایجاد شد و یک نوشته ای که به رنگ مشکی در اومده خب پس متوجه شدید آبر چی کار میکنه میتونید تمام دستوراتی که حالا تو آینده هم یاد میگیم رو تو توالات آبر بهش بدید برای مثال میتونید بیاد بگید که فون سایزش هم مثلا کوچیک بشه این کار رو هم میتونید انجام بدید بیاد استفاده کنید فون سایز رو و بگید که مثلا میخوام به 35 پیکسل تغییر اندازه بده من چرا این رو با کردم خب اگر الان نتیجه رو ببینیم این که اندازشم به مثل که مسمر روش تغییر میکنه این یک حالت در واقع میشه گفتش که تگ A هستش یک تگ یک حالت دیگه داریم برای استالدهی به تگ A A دو تا نقطه visited visited به چه معنیه ببینید وقتی شما این حالت رو استفاده کنید من یک مثال خیلی ساده رو براتون بزنم من میرم داخل وبسایت گوگل و در گوگل بیاید سرچ کنید برای مثال من الان یک کلمه ایران رو سرچ میکنم در گوگل خب مثلا این لینک رو می میکنم اگر دقت کنید من در واقع از این لینک بازدید کردم دیگه بذار حالا لوت هم بشه خب من یک بار بک میدم اگر دقت کنید رنگ این در واقع لینکی که بازدید شده با این لینک ها متفاوت هستش یک رنگ در که یک رنگ تیره تری به خودش گرفت مثلا یه حالت بنفش مانندی گرفت این آبیه میبینید اگر رو نمای کلی هم بزنم مجددا بک بدن میبینید رنگش به چه حالتی شد این در واقع همون ای دو تا نقطه ویزیتت هستش که شما میتونید بیاید مشخص کنید که وقتی یه کاربر از که شما بازدید کرد و مجددا خواست بیاد رجوع کنه با اون لینک رنگش به رنگش به چه حالتی در بیاد میتونم بیام بهش بگم که کالرش رو رنگ مثلا گیرین قرار بده همون سبز خودمون زمانی که روش کاربر کلیک کرد و ازش بازدید کرد خب نگاه کنین الان اگه من روی این کلیک کنم و در واقع یک بار رفرش کنم میبینید چه اتفاقی افتاد به می روش کلیک کردم و قبلا ازش بازدید کردم حالت اولیش تبدیل شد به رنگ سبز مثلا اگر این رو بیام مثلا میگم قهوه قرار بدم بذاری رنگاش رو لود کنم من رنگ قهوه‌ای رو هم متاسفانه نمی‌دونستم خب می‌بینید الان به رنگ قهوه‌ای در اومد به خاطر چی بخاطر که من قبلا از این لینک بازدید کردم و الان گفتم که اگر لینک هایی که من قبلا ازش بازدید کردم رو رنگش رو قهوه‌ای در واقع اعمال کن این هم از حالت ویزیت یک حالت دیگه داریم به نام ای دو تا نقطه و میشه گفتش اکتیو این به چه حالتیه ببینید این من الان کالرش رو بذارید یه رنگ قرار بدم مثلا کالرش رو میذارم یک رنگی که متفاوت باشه با بقیه خب بکنم دیپ پینک اوکی باشه خب الان اگر نتیجه رو ببینیم ببینید من موس رو که میارم روش وقتی که کلیک میکنم نگر دارم یعنی که نباید به صلاح ولش کنم و همینجوری که مست آبادی روش نگه داشتید ببینید رنگش عوض شده من الان مست رو نگه داشتم کلیکم رو الان رها کردم ببین دوباره گرفتم تا زمانی که رها نکنید رنگش به اون چیزی که دلتون میخواد در میاد بذارید این بک‌گراندش رو من پاک کنم این آوری که گذاشتیم رو که متوجه بشید کاملا بشه نفی است الان اگر نگاه کنید ببین من به مثل اینکه کلیک میکنم رنگ اون صورتی در واقع دیپ رو که بهش دادم عمیق دادم میبینید که داره برای من اجرا کنه اکتیویت هم که حالت معمولی هستش حالت آورش رو هم که گفتم رنگش رو بلک قرار بده خب مسلما الان چون اینا اولویت دارم برای اجرا به خاطر اینکه من الان حالت ویزیتد فعال هست رنگش مشکی نشد به خاطر اون هست وگرنه اینها همشون هم دارن به درستی کار خودشون رو انجام میدن یک حالت دیگه ای هم داریم به نام ای دوتا نقطه لینک این چی کار میکنه؟ این در واقع میاد رنگ لینک ها رو عوض میکنه ای کالرش رو مثلا میگم رد قرار بدید شاید الان متوجه اجرای دستش نشید ولی میشه گفتش که رنگ خود لینک رو میاد به رنگ قرمز در میاره میتونید ویژگی های در واقع استادهی به تگ A رو بیاد توی وبسایت سایت W3 School باز هم یک دوره ای بکنید من میام وبسایت دبلیتی اسکول و اینجا می مثلا a تگ استال یعنی استایل هایی که میتونیم به تگ a بدیم اگر بی اس لینکس رو ببینید تو این قسمت میبینید که مثال هایی رو برای در واقع تگ لینک زده همین چهار که ما به شما گفتیم حالتی هستش که ترای ترایت رو اگر بزنید میبینید که مثال ها اینجا کاملا واضح برای شما قرار گرفته خب برای این قسمت کافی هستش فقط یک نکته رو هم بهتون بگم ببینید حالت ای لینک در واقع ای دوتا نقطه لینک با این حالت اگر شما بیاد به همین در واقع تگ ایتون مستقیما کالر رو رد قرار بدید اینها جفتشون یک عملی رو انجام میدن یعنی شما این حالت پیشورز خود لینک است زمانی که لینک بازید نشده ازش یعنی چی یعنی اینکه الان اگر من بیام و یک لینک دیگه چون اینا رو بازدید کردم الان رنگش رو داره به این حالت نشون میده مثلا من رنگ درستشون رو نشون نمیده ببینید بذارید این رو هم توضیح بدم شاید متوجه نشید الان یک تگ ای دیگه ایجاد کنم الان شاید بگید که چرا خب اون رنگش تغییر نکرد یک کلاسی بهش میدم به نام کلاس ای 2 یا ایوان ایوان اوکی حالا بیام به ایوان اگر این دستور رو اعمال کنم نقطش رو یادم رفت کلاس ها رو میدونید دیگه چی رو باید صدا کنیم خب حالا یک کالر بهش بدم مثلا کالر رد رو قرار بدم الان اگر رفرش کنیم خب ویژگی اشرف رو هم بهش بدم که حالت اون ویژگی لینک پذیریش رو به دست بیاره خب میبینید رنگش چه حالتی در قرار گرفته این لینکش رو عوض کنم این رو همش حالت بازدید شده از من میگیره خب این رو تغییر بدیم اشرفش رو چرا دو تا اشرف زدم خب میبینید وقتی که از این لینک بازدید نکردیم رنگش قرمز هستش این در واقع شما چه بیاید به این حالت لینک بدید چه بیاید مثلا بگید که ای وان در واقع لینک بیاد مستقیما بهش کالر بدید یا اینکه میتونید از این روش هم استفاده کنید بنویسید ایوان 1 نقطه و دو تا نقطه رو قرار بدید بیاید بگید که لینک این حالت با این حالت جفتش یک عمل رو انجام میده کالر رو بنویسید و کالر مثلا گیرین رو قرار بدید اگر من این رو بنویسم الان اگر این رو پاک کنم مسلما برای من رنگ گیرین قرار میگیره پس میشه گفتش که این دستور که بیاید مستقیما به خود در واقع تگ A کالر رو بدید با این حالت که بیاید اول تگ A رو فراخونی کنید دوتا نقطه بذارید لینک رو بنویسید جفتشون یک عمل رو انجام میدن پس چهار تا شامل چهار تا دستور شد بذارید یک بار دیگه اینجا بررسی کنیم با هم دیگه یکی شد ای دو نقطه لینک همون نوشه A normal آن uh, unvisited link اینجا خیلی مهمه خوشم نوشه unvisited link یعنی که تا زمانی که شما لینک رو ویزیت نکردید به صورت پیش که سفر رو در واقع رفرش میکنید رنگ در این لینک رو میتونید با استفاده از ای دو تا نقطه لینک مشخص کنید ای ویزیت زمانی که شما یک لینکی رو بازدید کردید و مجددا میاید دوباره داخل همون صفحه و میبینید که رنگ لینک به اون چیزی که در شما خواستید تغییر پیدا کرده. آبر هم که میدونید به چه حالتی است، آبر هم زمان که موس میره روی در واقع اون عنصر اون, اون تگ A حالت هایی که شما بهش اعمال کردید براش اجرا میشه و حالت آخر هم A دو تا نقطه اکتیو هستش که بهتون گفتم دیگه تا زمانی که شما روی در واقع اون تگ کلیک کردید و نگه داشتید و میشه گفتش دکمه رو ول نکردید میبینید که رنگش به اون رنگ که شما میخواید تغییر حالت میده الان من دکمه که در واقع در مستم رو دکمه چپ کلیک رو نگه داشتم و ول نکنه به من به اینکه ول کنم رنگش برمیگرده به حالت اولیه پس این هم از این قسمت امیدوارم که مفهوم در واقع استایل دهی به تک های ایرام کاملا متوجه شده باشید اگه سوالی بود حتما برام بنویسید خوشحال میشم که بهش پاسخ بدم طبق روال همیشه هم کانال تلگرام و پیج اینستاگرام رو هم براتون لینک هاشون رو میذارم خوشحال میشم که عضو هر دو در واقع هم کانال و هم پیج بشید درن کانال هم همونجور که میدونید لینک ویدیو ها همراه با تمین هایی که هر جلسه انجام میدیم قرار میگیره و درن این پیج اینستاون هم میشه گفته که ترفند های مربوط به تحرایستات و مطالبی راجع به تحرایستات براتون میذارم امیدوارم که به درتون بخور و ازش استفاده کنید تا دیداری بعد خدا نگهدار.